سر کار آقای افشار بودم کیمیا. یه پسر اومد تو گروهمون، تو گروه تولید، خیلی هم پسر ورزشکار و خوب و باحال. یه روز اومد گفت آقا پوریا ما رو علال میکنی؟ گفتم که چرا، پس چی؟ گفتش که داداش من یه روز خرابت کردم، گفتم که حال تو گرفته بودم، گفتم تو جریان باشی. گفتم چجور، اصلا یادم نمیاد. گفت یادت میاد که اومدی یه روز بری باشگاه سوارکاری؟ من سوارکاری اونقدر پولدار نیستم برم، اما من برای فیلم رستاخیز مجبور بودم که سال قبلش برم، در واقع اطراف کرج بود. گفتش که یادت؟ گفتم که بله. گفت یادت من دم قهوه خونه وایساده بودم؟ بعد طبیعتا اینام یادم نیست دیگه، ولی طبیعتا گفتم بله. آره چون هیکلش گفتم آره. درست. بعد گفت یادت؟ گفتم باشگاه سوارکاری اینوره. گفتم بله. گفت باشگاه سوارکاری اینور بود، با رفیقام بودیم گرفته بودیم. بعد گفتم باشه، ولی چرا این کارو کردی؟ گوش کردم باشگاه میری مدعی، حالا یه اصطلاح خوشه گفتم حالتو بگیرم. اسکر از این قمپوزایی گفتم حالتو بگیرم. گفتم باشه. سرم انداختم پایین رفتم، ولی خب خیلی فشار این قضیه رو و روانم در واقع آزارم میداد. گذاشتم تقریبا 6 7 ماه 8 ماه از کار گذشت. افشین عمران دستیار برنامه‌ریزمون، دستیارمون شاهد این قضیه هست. یه روز سرد بود و داشتیم پلانای میگرفتیم که مثلا ما از کوه میرفتیم از ایران. دیدم این بنده خدا کنار بخاری نشسته. گفتم بچه ها فلانی رو ندیدین؟ دیدم همون پسر چارچونه رو میگم. گفت جونم. گفتم ببین آقا رافی دنبالت بود، خیلی من اعصابش خورده، چیزی شده؟ گفت چی شده؟ آقا نشست سوار ماشین. گفتم نمیدونم، بیا این بنده خدا هم چون سرد بود دیگه کاپشن و اینا نه، با دمپای همینجوری اومد. رفتیم با تاکسی، رفتیم بالا، رسیدیم یه جایی که تازه بعد سوار اسب میشدیم میرفتیم نوک محل فیلم برداری. رفتیم بالا، گفتم که آقا رافی اون ور باید باشه، پشت اون آرکا و اینا نورم داده بودن. رفت و دوید اینجوری، من گفت داداش آقا رافی نبود؟ نفس نفس میزد. گفتم یادت؟ گفتم آقا رافی این وره. گفت آره آره. نه آقا رافی این ور هم نیست، آقا رافی خونه خوابیده. گفتم گنده ای. گفتم دیدم گنده ای، خواستم حالتو بگیرم. چه ربطی داره اون بنده خدا؟ آخه واقعا این هست تو بچه مثلا یکی میبینی یکم میگه آه این آره آدم باقالی هست حالیش باید خرابش کنی. چرا باید خرابش کنی؟ من میشینم. خیلی بیمزه بود.